شنوندگان عزیز، درود بر شما. به بخش خبری روز دوشنبه 20 اسفند ماه کارگر نیوز خوش اومدید. با خبرهای امروز با شما هستم. تداوم اعتصاب کارگران پتروشیمی مسجد سلیمان. اعتصاب کارگران پتروشیمی مسجد سلیمان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق بهمن ماه و مزایای اضافه کاری و پاداش همچنان ادامه دارد. مسئولین چینی این شرکت اعلام کردند که حقوق و مزایای کارگران را مدت‌ها پیش واریز کردند، اما پیمانکاران ایرانی حقوق را به کارگران پرداخت نمی‌کنند. کارگران اعتصابی در اعتراض به بالا کشیدن حقوق‌هایشان توسط پیمانکاران ایرانی دست به اعتصاب زدند. تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری سد بالاخانرو در مقابل استانداری قزوین. کارگران شرکت پیمانکاری سد بالاخانرو در اعتراض به عدم دریافت 6 ماه حقوق در مقابل استانداری قزوین دست به تجمع اعتراضی زدند. شمار اعتراضات کارگری در آستانه نوروز رو به گسترش است. تجمع سه روزه کارگران پالایشگاه 2 آبادان. روز یکشنبه 19 اسفند ماه جمعی از کارگران پالایشگاه 2 آبادان برای سومین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند. کارگران این پالایشگاه با برپایی تجمع در محوطه پالایشگاه خواهان دریافت 4 ماه دستمزد معوقه خود شد. به گفته معترضان، علاوه بر دستمزدهای معوقه، 3 ماه حق بیمه و عیدی آنها نیز تاکنون پرداخت نشده است. وعده کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق معوقه کارگران پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه. به دنبال اعتصاب و اعتراض کارگران پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه، مدیریت این پایگاه وعده داد که معوقات مزدی کارگران این پایگاه تا پایان هفته جاری پرداخت می شود. این کارگران که شمار آنها 93 نفر اعلام شده است، در اعتراض به عدم پرداخت 3 ماه حقوق و 7 ماه مزایای اضافه کاری و عیدی سال جاری دست به اعتراض زده و درب این پایگاه را بست. جان باختن یک کارگر ساختمانی در بانه. بر پایه اخبار منتشره، ساعت 11 پیش از ظهر امروز علی رحمانی، کارگر ساختمانی، با سقوط از طبقه سوم ساختمانی در حال احداث جان باخت. علی رحمانی که 40 سال سن داشت، در حال کار کردن در طبقه سوم یک ساختمان در انتهای کوچه مسجد حاجی ویسی در شهر بانه بود که بر اثر سقوط از قسمت جدا شده آسانسور در دم جان باخت. بیشترین قربانیان حوادث محیط کار در ایران مربوط به کارگران ساختمانی است. آزادی جمال اسدی و دیدار جمعی از فعالین مدنی با ایشان. خبر احضار و بازداشت جمال اسدی از فعالین محیط زیستی سنندج را در خبرهای چند روز پیش کارگر نیوز به آگاهی رساند. مطلع شدیم که جمال اسدی از زندان آزاد شده و گروهی از فعالین مدنی به دیدار ایشان رفتند. آزادی جمال اسدی را تبریک می‌گوییم و خواهان آزادی کلی کارگران و فعالین جنبش‌های رادیکال اجتماعی زندانی شده هستیم. و آخرین خبر، اعدام یک زندانی در زندان زاهدان. بر پایه گزارشات منتشره، سحرگاه دیروز یکشنبه 19 اسفند ماه یک زندانی متهم به قتل در زندان زاهدان اعدام شد. این زندانی قبلا به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود و دیروز این حکم به اجرا درآمد. هویت این زندانی
ابراهیم گرگیچ 33 ساله متأهل و دارای 2 فرزند اعلام شده است. جمهوری اسلامی یکی از نظام‌های حاکم در جهان است که در زمینه اجرای احکام اعدام به نسبت جمعیت در ردیف‌های اول جهانی قرار دارد. شنوندگان عزیز، رسیدیم به پایان این بخش خبری کارگری. تا فردا بدرود.